مالی عرب می آید با عزت ما، با ننگ ما، با شرف ما، با غیرت ما، با قمندانیت ما، با همه چیز ما غرض داره. مرا یکی از قمندان ها هنوز قطعات شوروی نرفته بودن، یک قمندان برجسته بود، نامش را میگیرم، برایم خط روان کرد. من خطش پاسخ گفتم و تمام خواست ها و نیاز هایی که مردم افغانستان داره و مسئولیت هایی که ما در قبال ازی مردم داریم، این سنگر و اون سنگر فرق نمی کنه، هر دوی ما مدعی هستیم که خدمت برای مردم را انجام بدیم و سنگ خدمت مردم را به سینه می زنیم. پاسخ دادم برشان که اگر شوروی ها برآمدن و جایش دیگر ها گرفتن، اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرال های یا میجر های پاکستانی آمد، برای ما در خط نوشته کرد که در اون صورت باز ما افغان هستیم، تو افغانیت تا به اثبات برسان، باز ما هم افغانیت خود را به اثبات میرسانیم. تالی دوی روزا ما باز خط برش روان کردم و خطشام این بار بسیار با متن خوب و با محتوای خوب رسید. برش نوشته کردم که نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند. بر خاک ما صرف آل مداخله مطلی بس نیست، تجاوز. شما از طریق تلویزیون می بینید مگر استقلال خود نداشتن، آزادی نداشتن، غلام غلامان شده بودن. اونا اجازه ندادن برش، گفت نی ملکت برو ویران کو، اسلامت برباد کو، عزت و ننگ و ناموست را لیلام کو. از او خاطر است که در ظرف 5 ماه گذشته، 5 ماه تمام مردم افغانستان قضاوت خود را انجام دادن، نفرت مردم افغانستان علیشان تاریک شده. نه اونایی که تجارت کردن، اونایی که بانک ها را پر کردن، اونایی که خودش بادیگارش بگذار تا آخرین آخرینش هم که ببینی سید بهترین موترها و بهترین قصرها در اختیارشان وجود دارن و کی در میدان های جنگ آمدن و جنگیدن. در اینجا فقط پیسه عرب است و دلار است و دینار است که اینجا روان کرده میرن بوجی بوجی و فقط در دست یکی دو نفر میته که تو ای برادرت بکش، تو ای برادرت بکش. کاش که اونا اینجا میامدن در صفحه اول میجنگیدن. آمد یک چند روز دزدانه در اینجا گلبودین آمد، ولی با آمدن خود چی کرد؟ برای از اینکه خود سطر رو پوشانده باشد دستور داد که راکت ها را فید کنین سر کابل، ولی و طرفداران 50% امام کشته میشه، چرا که خدا داره که کلش از مسته کشته شد و پروانه داره که من زنده باقی بمانم در اینجا. و امیالی شهرها را بگذارین شما در کدام منطقه نیست که نازد خورد ندارن بین خود. در او صورت خواه اگر حکومت راستین بیه و سر حکومت کادی کابل بیه و بگوین که سر تخت یکیش بگوین که من میشینم و دیگیش بگوین که من میشینم و اینجا برادر با برادر، دختر با مادر، فرزند با پدر، خانه با خانه، کوچه با کوچه جنگ شروع شوه، شما با ما اجازه میدین که از افغانستان لبنان ثانی بسازم؟ حال خواهد اقل یک ثبات نسبی قرار دارم و شما خود رکایی 5-3 ساعت از 4 ساعت از 6 تیم صحبت میکنیم به هم دیگر، دو خود سر بالا نخواد بکنیم. از او خاطر ما این سوال تره کردیم که برادران عزیز و محترم ما بیاین کدورت ها را پس میکنیم، دشمنی ها را پس میکنیم، کی باشه کی نباشه این گپا نمیتونه مسائل را حل و فصل بکنه، کنار رفتن ها نمیتونه مسائل را حل و فصل بکنه، کنار آمدن ها میتونه مسائل را حل و فصل بکنه. بیاین با هم آشتی بکنیم، بیاین به جای افتراق اتحاد ملی و وحدت ملی را ایجاد بکنیم. خداوند جلالا شانه او فرموده که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بیاین به یک ریسمان وحدت و اتحاد و اتفاق اسلامیت و خداوندی چنگ بندازیم، افغانی چنگ مندازیم، وطنی چنگ مندازیم. این کار انجام بدیم.